خامنه ای را چه شده است؟ خامنه ای با نوشتن این جمله در توییتر که از شما عزیزان میخواهم برای من دعا کنید، بار دیگر موضوع بیماری حاد خود را به سوژه ای داغ در رسانه‌های اجتماعی تبدیل کرد. هرچند او و یا گردانندگان حساب توییتریش چند ساعت بعد از نشر این نوشته آن را حذف کرده اند، اما همین حذف کردن نیز بیشتر راه گمانه ها را درباره جدی بودن بیماری خامنه ای و حتی مرگ او را بیشتر کرد. در میان اهل دین به طور خاص، گفتن اینکه برای من یا برای شخص ثالث دعا کنید ناشی از وضعیت وخیم فرد مورد نظر است و غالبا مفهوم آن است که راه چاره و تبابت و درمان جواب نداده و باید آماده اتفاق نهایی بود. اینکه چرا رهبر رژیم اسلامی مرتکب چنین توییتی شده، علت آن در پرده ابهام است. بارها موضوع بیماری وخیم روبه مرگ و حتی مرگش در رسانه‌های مجازی خبرساز شد، اما در واقعیت امر لااقل تصاویر و فیلم‌های بعدی از او به لحاظ جسمی نشان داد که صدمه‌ای به او وارد نشده است. اینکه حالا ولی فقیه و رهبر نظام اسلامی از دیگران می‌خواهد برای او دعا کنند دقیقاً ناشی از چه مشکلی بوده روشن نیست و چه بسا او از یک درماندگی روحی و روانی رنج می‌برد. این مشکل در او بر اساس پیچیدگی اوضاع کشور، بحران بی سابقه اقتصاد و فقر گسترده و ناعلاج توسط رژیم، کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس توسط آمریکا، نفوذ اسرائیل در سیستم امنیتی کشور و ضربات پی در پی به تأسیسات هسته‌ای، مسئله انتخابات پیشرو و بیش از همه معضل بحران رهبری پس از مرگش میتواند او را مستعجل کرده و به یک بحران روحی کشانده باشد. خواستار دعا شدن برای خود میتواند از درماندگی باشد و احتمالاً درماندگی خامنه ای ناشی از همین بحران هاست. شکاف بزرگ آمریکا و رژیم اسلامی، بنبست مذاکرات. دیپلمات‌های اروپایی معتقدند شکاف بزرگ میان مواضع حکومت اسلامی ایران و آمریکا مانع پیشرفت گفتگوهای وین است و احتمال بنبست مذاکرات می‌رود. در همین زمینه پایگاه خبری آکسیوس نوشت اختلافات آمریکا و رژیم ایران ترمز مذاکرات وین را کشیده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از پایگاه خبری آکسیوس نوشت دیپلمات‌های غربی روز گذشته گزارش دادند که وجود شکاف‌های بزرگی میان مواضع آمریکا و حکومت ایران در خصوص اقداماتی که باید در راستای بازگشت تهران به تعهدات برجامی خود و محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش صورت گیرد، مانع پیشرفت مذاکرات وین برای احیای برجام است. این در حالی است که پایگاه خبری آکسیوس به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشته است که مذاکرات برجام به دلیل اختلاف نظر میان تهران و واشنگتن با بن‌بست روبرو شده است. تازه‌ترین واکنش جهانی در این زمینه حاکی است که وزیران خارجه گروه 7 روز پنجشنبه در بیانیه‌ای به رژیم ایران هشدار دادند که از نقض تعهدات خود در برجام پرهیز کند و فضای تداوم مذاکرات را حفظ نماید. وزیران خارجه گروه 7 در همین حال رژیم ایران را به حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه متهم کرده اند و از حکومت اسلامی خواسته اند توسعه تسلیحات نظامی را باید متوقف کند. بلینکن: رژیم اسلامی به نقطه گریز برای ساخت سلاح اتمی نزدیک می شود. وزیر خارجه آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر در مورد بازگشت به برجام و توافق هسته‌ای با رژیم اسلامی ابراز تردید کرد و هشدار داد حکومت اسلامی دارد به فاصله چند ماهه تا زمان ساخت سلاح اتمی نزدیک می‌شود. بلینکن در روز پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه به رادیو 4 بی بی سی درباره مذاکرات وین گفت: ما جدیت هدف از لحاظ نیاز به بازگشت به برجام برای پیروی را نشان داده ایم، اما آنچه هنوز نمی دانیم این است که آیا رژیم ایران آماده است تصمیم مشابهی بگیرد و پیش برود؟ او در این حال درباره نزدیک شدن دوباره حکومت اسلامی به نقطه گریزی که تا زمان تولید سلاح هسته‌ای فاصله چند ماه می تواند داشته باشد هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو بی بی سی تاکید کرد کشورش در وین به صورت غیر مستقیم با ایران در حال مذاکره است
اما در مورد چگونگی روند این مذاکرات و توافق احتمالی با تردید سخن گفت. خون جوانان جانباخته آبان می جوشد. از میان خانواده های جوانان جانباخته آبان خونین 98 چند خانواده برای حق‌خواهی و دادخواهی بیش از بقیه نامدار شده اند. خانواده هایی که پس از کشته شدن فرزندان خود همچنان صدای فریاد و اعتراض آنان هستند. از این میان خانواده جانباخته پویا بختیاری، مادر، پدر و بستگان نزدیک او و نیز مادر و خواهر داغدار ابراهیم کتابدار هیچگاه تا به امروز از عهد فرزندان خود عقب ننشستند و رو در رو با کشتارگران حکومت اسلامی به مبارزه برخاستند. مدتی است که بار دیگر پدر و عموی پویا را بازداشت و به زندان منتقل کرده اند تا با ارعاب و شکنجه بتوانند آنها را به سکوت و یا از یاد بردن چهره معترض پویا و مبارزان نسل کشی آبان وادارند. اما عهد این خانواده به خون ریخته فرزندی که گفته بود من هم فرزند کسی هستم و پس از مرگ به فرزند ایران تبدیل شد، به رویش یک خانواده مبارز کمک کرد، چنان که مادر ابراهیم کتابدار نیز چنین شد. او بارها در ویدیوهای منتشر شده از او خواستار دادخواهی شد و از خون فرزند خود و حق دیگر جانباختگان حمایت و رژیم را به کشتار جوانان کشور و سرکوب خواسته مردم محکوم کرد. تازه ترین اعضای وابسته به کاروان خانواده های معترض به کشتار فرزندان خود خانواده وحید دامور است که در یک ویدیوی تازه کنار سنگ قبر پسر جانباخته خانواده نشسته اند و پدر خانواده برای مردم ایران و در اعتراض به دستگیری منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری و برای آزادی او پیام می فرستند. با درود به ملت تحت ستم ایران، من پدر وحید دامور از کشته شدگان آبان خونی، برادرم منوچهر بختیاری را به جرم دادخواهی پسرش پویا بودن. با رودن هر کدام از خانواده های آبان خونی نمی توانید جلو دادخواهی ملت ایران را بگیرید. هر چه زودتر برادرم منوچهر بختیاری را آزاد کنید. ما دادخواهیم نه اختلالگر. ملت ایران بیدار شوید. ایران هرگز نخواهد مرد. رای بی رای. پاینده ایران. پاینده ایران. تکرار تراژدی کرونا در ایران، این بار از هند. در آغاز شیوع ویروس کووید 19، وقتی همه کشورها درهای ورود و خروج خود را به کشور مبدا کرونا چین بستند، حکومت اسلامی هیچ توجهی به ابعاد فاجعه بار این ویروس مرگبار نکرد. رفت و آمدها به چین ادامه یافت تا اینکه چیزی که می توانست کنترل شده و با عوارض کمتر اتفاق بیفتد به شکلی افسار گسیخته وارد ایران شد و مرگ و بیماری کووید 19 ایران را فرا گرفت. حالا همان ماجرا از طریق هندوستان در ایران در حال رقم خوردن است. اگر همین حالا نیز تمامی راه‌های ورود مسافران از هند به ایران را ببندند، باز هم باید سفت و سخت مسافران ورودی از هند به کشور را ردیابی و در قرنطینه قرار دهند تا بیماری نوع جهش‌یافته هندی ایران را همچون هندوستان با سونامی کرونا مواجه نسازد. با این وجود نشانه های ویروس هندی کرونا در استانهای بوشهر، یزد و قم دیده شده و خبر منتشر شده در این باره نشان می دهد که 9 تبعه هند و پاکستان در شهرهای یاد شده به ویروس جهش‌یافته هندی مبتلا هستند و در همین حال از استان آذربایجان غربی نیز خبری منتشر شده که ابتلای 5 تبعه هند و 2 ایرانی به ویروس هندی کالیفرنیایی تایید می شود. با وجود خطر بسیار جدی نوع کرونای جهش‌یافته در هندوستان که به دلیل سرعت واگیری توان و امکانات پزشکی این کشور را فلج کرده، به نظر می‌رسد آژانس‌های هواپیمایی حکومت اسلامی هنوز پروازهای خود به این کشور را قطع نکرده و رژیم همان بلایی را دارد سر مردم ایران می‌آورد که با پروازهای رفت و برگشت به چین در آغاز کرونا آورده است. محمد رضا قدیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، درباره نشر کرونای هندی در این شهر گفت:
تست کرونای جهشیافته 3 نفر از 11 تاجر هندی که 2 هفته پیش وارد قم شده اند مثبت شده است. به گفته او از 300 نفر از افراد مرتبط با این مسافران نیز تست گرفته شده و تست کرونای معمولی 5 نفر از آنان نیز مثبت شده است. در همین حال از استانهای دیگر کشور نیز خبرها از دیده شدن ویروس کرونای جهشیافته هندی حکایت دارد. حسن عبداللهی اصل، فرماندار شهر شوت در استان آذربایجان غربی نیز تعداد مبتلایان به این نوع از ویروس را 7 نفر اعلام کرد و گفت 5 نفر از این افراد تبعه هند و 2 نفر ایرانی هند. به گفته وی این کارگران هندی در روزهای 28 و 30 فروردین بعد از انجام تست در فرودگاه‌های دهلی نو، امارات و امام خمینی وارد ایران شده بودند.